سال بعدی باز در مورد قیاس هست. اگر درستی دو قضیه زیر را بدانیم، الف مساوی ب است، ب مساوی جیم است، کدام عبارت را از نظر منطقی می توانیم درباره آنها بیان کنیم؟ یک، دو قیاس معتبر شکل اول و چهارم با آنها تشکیل می شود. دو، با این دو قضیه نمی توان یک قیاس اقترانی معتبر تشکیل داد. سه، با توجه به درستی مقدمات صدق نتیجه نیز ضروری است. چهار، فقط قیاسی از شکل اول با نتیجه الف مساوی جیم است را تشکیل می دهد. خب در اینجا از ما خواسته با این دو قضیه ما چه کار میتونیم بکنیم و کدوم گزینه ها نشون دهنده وضعیت ما هست؟ خب ببینید، میگه دو قیاس گزینه یک، دو قیاس معتبر شکل اول و چهارم با اونا تشکیل میدیم. ببینید اصلا میتونیم با اینا قیاس درست بکنیم؟ به چه صورت هست؟ شکل اوله، شکل دومه، شکل ها هم بر طبق جایگاه حد وسط تعیین میشه، اینو میدونیم. خب ببینیم حد وسط کدومه؟ اصلا شکل اول هست نیست؟ خب این موضوع محمول، موضوع محمول، خب حد وسطش کو؟ ما اینجا هیچ حد وسط داریم بچه ها؟ مساوی ب، مساوی جیم، این دوتا که یکی نیستن، ب و الف هم که یکی نیستن، اصلا حد وسط اینجا داریم مگه؟ ما با دوتا قضیهی که هیچ جزء مشترکی که بتونیم اون حد وسط قرار بدیم، چه قیاسی میتونیم تشکیل بدیم که اصلا قیاس معتبر تازه باشه؟ با توجه به درستی مقدمات نتیجه هم حتما صادق باشه. وقتی قیاسی نمیتونیم تشکیل بدیم، چه صدق نتیجه ای؟ یا اصلا قیاس کلا هم که نمیتونیم بدیم، چون فقط یه قیاسی تشکیل بدیم، قیاس نمیتونیم تشکیل بدیم. این دوتا قضیه با هم رابطه ای ندارن و با این دو قضیه نمیتونیم یک قیاس اقترانی معتبر تشکیل بدیم. بنابراین پاسخ صحیح گزینه دو هست.